درود به تو ساناز و درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره رهایی که این برنامه را از طریق تهران رادیو، رادیو نارمک و کانال ماهواره‌ای یور تایم و همینطور شبکه‌های اجتماعی می‌بینند و می‌شنوند. از اینکه با برنامه پژواک میهمان منازل شما هستم بسیار خوشحالم و برای یکایک شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. واقعا درک این سقوط اخلاقی و عاطفی و این رفتار وحشیانه برای من سخته. هنوز از شوک قتل وحشیانه رومینا اشرفی در تادش خارج نشدیم که فاطمه 19 ساله در آبادان به دست شوهرش و ریحانه 25 ساله در کرمان به دست پدرش به قتل رسیدن. اون هم در یک ماه به برکت رژیم جمهوری اسلامی ایران. یاد سرود ملی اول جمهوری اسلامی افتادم که می گفت شد جمهوری اسلامی به پا که هم دین دهد هم دنیا به ما، از انقلاب ایران دیگر کاخ ستم گشته زیر و زبر. بله، دین و دنیا رو دیدیم، البته با سعید توسی ها، مرتضوی ها، خلخالی ها، رئیسی ها و دوزی هایی که شوربختانه مردم رو نسبت با اون لمس و سر شدن و بی تفاوت از کنارش رد میشن. قتل مایه افتخار و شرف میشه، دزدی رویه عادی. به جای اینکه یقه کسی که به ما ظلم کرده رو بگیریم، با ظلم کردن به همدیگه اون ظلم رو جبران میکنیم. واقعا دستاورد رژیم جمهوری اسلامی چیه بوده؟ انتخاب با شماست که کدوم طرف تاریخ بایستید. در هفته گذشته به موضوع گزارش سازمان انرژی اتمی درباره فعالیت‌های نگران کننده جمهوری اسلامی و اعتراض آژانس با اون پرداختیم. اما هنوز واکنش به این خبر در مجامع مختلف ادامه داره. روز سه‌شنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان که از طرف‌های امضا کننده برجام محسوب میشن، در بیانیه از ایران خواستن که بدون تأخیر بیشتر اجرای تمامی تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام را از سر بگیره. ترویکای اروپا ضمن حمایت از توافق هسته‌ای با ایران بر پایبندی خود به ادامه تلاش‌ها برای حفظ و اجرای برجام تاکید کرده بودند. این سه کشور در ادامه به موارد کاهش تعهدات ایران در برجام نیز اشاره کردند و گفتند که با توجه به این اقدامات که خلاف برجام بوده، مکانیسم حل اختلاف را در تاریخ 14 ژانویه آغاز کردند. در این بیانیه درباره مکانیزم حل اختلاف آمده اقدام ما از روی حسن نیت بود و با امید یافتن راهی دیپلماتیک برای حرکت به جلو در حین حفظ توافق. اونها اضافه کردند هدف کلی ما رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای بازگرداندن ایران به پایبندی به توافق است و این اقدام به معنی گذر از مسیر اتوماتیک منتهی به شورای امنیت سازمان ملل نبوده است. طبق گزارش اخیر آژانس، ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریبا به 8 برابر حد مجاز مندرج در برجام رسیده. اتحادیه اروپا ذخیره کنونی 1571 کیلو 600 گرم اورانیوم غنی شده ایران رو خروج هشدارآمیز تهران از حد و حدود مجاز در برجام ارزیابی کرده. همچنین در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اومده که جمهوری اسلامی همکنون به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 4.5% ادامه میده. این در حالیه که ایران بنا به برجام اجازه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.67% رو نداره. این سه کشور اروپایی در کنار تهدید جمهوری اسلامی با مکانیسم ماشه گفتند که ما برداشتن تحریم‌ها را طبق پیش‌بینی‌های برجام ادامه می‌دهیم و با عملیاتی کردن اینستکس تلاش‌های دیگری برای تسهیل تجارت قانونی با ایران را انجام دادیم و انجام خواهیم داد. ترویکای اروپایی در بخش دیگری از بیانیه خود بر ادامه مشارکت خود در پروژه مدرن‌سازی راکتور عراق و حمایت از همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در چارچوب زمینه شماره 3 برجام تأکید کردند. در این بیانیه به کمک 750 هزار یورویی این سه کشور به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حمایت از فعالیت‌های نظارتیش در ایران نیز اشاره شده.
اما برخی از بینندگان درباره مکانیسم ماشه که به عنوان مکانیسم بازگشت خود به خودی تحریم ها هم شناخته میشه پرسش کردم. طبق بندهای 36 و 37 برجام، هر یک از طرف های توافق می توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند و این کمیسیون برای حل و فصل موضوع 15 روز فرصت دارد. مسائل حل و فصل نشده به وزیران خارجه ارجاع داده میشه که 15 روز دیگه اونا فرصت دارن که به این موضوع رسیدگی کنن. سپس کمیسیون مشترک 5 روز دیگه فرصت داره تا مسئله رو حل و فصل کنه. اگر پس از این فرایند 35 روزه طرف شاکه هنوز راضی نباشه، میتواند موضوع رو به عنوان تخطی چشمگیر از توافق به شورای امنیت ارائه کنه و این شورا باید ظرف 30 روز در مورد قطعنامه برای ادامه تعلیق تحریم ها رأی بده. قطعنامه که طرف شاکی میتونه اونو وتو بکنه، البته به جز آلمان، و به این ترتیب تحریم ها به جای خود برمیگردن. پیوست یکم برجام مکانیزم منحصر به فردی برای دسترسی آژانس به سایت های مشکوک ظرف 24 روز از طریق کمیسیون مشترک تعیین کرده که طبق اون نتیجه همکاری نکردن ایران به کار افتادن مکانیزم حل اختلاف و بازگشت بالقوه تحریم های خود به خودی خوانده میشه. البته این مکانیزم 156 روز پیش توسط ترویکای اروپا گام اولش فعال شد و عملیاتی شد، ولی همونطور که جوزپ بورل گفته بود خیلی مایل نیستن که جدی و سفت و سخت دنبال گام‌های بعدی باشن و بیشتر به عنوان یک هشدار از اون استفاده کردن و جمهوری اسلامی هم با آگاهی از این موضوع با خیال راحت مشغول توسعه برنامه‌های اتمی و ذخایر آب سنگینش است. بعد نیست اشاره کنم که بعد از 12 سال گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به علاوه 1، برنامه جامعه اقدام مشترک که خلاصه اون برجام شمرده میشه در تابستون 2015 تصویب شد. 6 روز بعد از تصویب برجام شورای امنیت اون رو در قالب قطعنامه 2231 تصویب کرد که به موجب اون هر 6 قطعنامه قبلی صادر شده علیه جمهوری اسلامی که به وضع تحریم‌های گسترده بین‌المللی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انجامیده بود لغو شد. این نخستین بار در تاریخ سازمان ملل بود که کشور پس از دریافت قطعنامه‌های پی در پی و وضع تحریم‌های اقتصادی، نظامی، نفتی و موارد مرتبط با کالایی‌های با کاربرد دوگانه در زیر بخش هفتم منشور ملل متحد توانست بدون حتی یک روز اجرای این قطعنامه ها، هرچند به طور مشروط با لغو همه قطعنامه های قبلی، از زیر فصل هفتم منشور خارج بشه. اما در شرایطی که مردم انتظار داشتن به تدریج با کاهش تحریم ها و افزایش صدور نفت از تنگنای اقتصادی بیرون بیان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موشک‌های بالستیک جدیدی را به طور آزمایشی پرتاب کرد، مخصوصا با شعارهای حذف اسرائیل، که این خودش باعث حساسیت جامعه جهانی نسبت به این برنامه‌ها شد. ماه مارس 2016 ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه مشترکی به دبیرکل وقت سازمان ملل ایران را متحد کردند که با آزمایش موشکی خود قطعنامه 2231 یا همون 2231 شورای امنیت را نقض کرده. قطعنامه 2231 ایران را ملزم می‌کنه که از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های هسته‌ای خودداری کنه. اما ایران استدلال می‌کنه که موشک‌های بالستیکش برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشدند و میگه که متن قطعنامه از نظر قانونی الزام آور نیست و نمیتواند مشمول اقدامات تنبیهی بشه. در روز سه‌شنبه 16 ژوئن، اداره امنیت قانون اساسی ایالت بادن-وورتمبرگ در گزارش سالیانه خود سه خطر بزرگ امنیتی این ایالت رو معرفی کرد که باز هم جمهوری اسلامی در کنار اخوان المسلمین و حزب الله قرار داره. این ایالت که با اتحاد سه استان در همه پرسی 9 دسامبر 1951 به وجود اومده، بعد از ایالت بایرن گردشگران زیادی رو به خودش جذب میکنه
و مرکز اون شهر اشتوتگارت هستش. همچنین در گزارش دستگاه اطلاعات ایالت بادن-وورتمبرگ اشاره شده که طی سالهای گذشته اشخاصی از عراق به عنوان پناهنده وارد این ایالت شدند که در جذب نیرو در راستای اهداف ایران در این ایالت نقش بسزایی داشتند. باید یادآور بشم که اواخر آوریل گذشته آلمان رسما شبه نظامیان حزب الله لبنان مورد حمایت جمهوری اسلامی رو در خاک این کشور به طور کامل تحریم کرده و در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده. همچنین دسامبر سال گذشته تعدادی از نماینده‌های پارلمان آلمان با اکثریت غالب قانون تحریم حزب الله را به تصویب رسوندند و بر ضرورت وارد کردن نام حزب الله در لیست سازمان‌های تروریستی نزد اتحادیه اروپا تاکید کردند. طبق این گزارش تعداد اعضای اخوان المسلمین 190 تن و حزب الله و عناصر وابسته به جمهوری اسلامی 1050 تن در این ایالت می باشد. مطلب بعدی مربوط به رسوایی و رفتار غیرحرفه‌ای رسانه فارسی دولتی آلمان یا همون دویچه وله است که مانند رسانه ملکه بریتانیا یا صدای جمهوری اسلامی در آمریکا در بین مخالفین رژیم اشغالگری ایران مشهود به مباشاتگری و خدمت به جمهوری اسلامی می باشد. و ماجرا از این قراره که روزنامه دیولت در تاریخ 10 ژوئن مقاله با عنوان عصبانیت مخالفان ایرانی آلمان محل مداوای قاضیان جنایتکار ملایان رو منتشر میکنه. سرتیتر مقاله از انتقاد کاظم موسوی فعال سیاسی شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی در آلمان به سیاست‌های حمایتی آلمان از رژیم ملایان در تهران برگرفته شده بود. ولی دستگاه سانسور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بخش فارسی این رسانه دولتی آلمان تیغ‌ها و قیچی‌ها را برداشتند و در ترجمه ارائه شده این مقاله به منظور خوشنودسازی اربابان خود در تهران و محافل لابی جمهوری اسلامی در آلمان مانند مسرت آن را تیکه و پاره کردند و نام و انتقادات دکتر کاظم موسوی را از این مقاله حذف کردند و با شکل و شمایل خامنه پسند منتشر کردند. نکته غم‌انگیز اما عدم اعتراض و سکوت بانوی مبارز نینا احدی که فعال حقوق بشر و بنیانگذار کمپین نه به سنگساره است به این سانسور وقیحانه هستش. به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدم. برای تو ساناز و برای تمام بینندگان آرزوی بهروزی و سلامتی دارم. پاینده ایران و بدرود.